جانم. سلام میکنم خدمت هف استاد عزیز و آریا جان گلم. منم دستشونو میبسم. ممنونم نازنینه. آریا به تک تک عزیز. شما عزیزایی من. اتفاقا آریا مسئله اولیش این بود که من وقتی میام رو ار به تک تک شما عزیزا بگم که عزیزانی که بیننده هستن بهتون بگم سلام و بگم خداحافظ. بعد گفتم آریا چرا بگم خداحافظ؟ گفت خب مگه امشب من دارم راه میافتم دیگه. گفتم چشم حتما اینو براتون عنوان میکنم. الهی که هر جا هست خدا پشت و فنانش باشه. بس سلام به تک تکتون و خداحافظی بازم برای تک تک شما عزیزای من. بله گلم قربونش برم. سلام از ماسته این مرد بزرگ خداتون بشم. زنده بشه ایزم جونم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسمی؟ به نام جمیله. بله. نام مادر طاهره. ام مجزفا نازنینه. پنج دامادی که در کشور شوروی زندگی میکردن که اولین داماد آقای علی سهیلی بودن. اولین کسی بودن که برای به قدرت پنهان تماس گرفتن و خواستن مشکلشون رو حل کنن و به بقیه دوستاشون بعد باشون در میون بذارن که اونا مشکل خودشون رو حل کنن. بله. آقای سهیلی اهل قم هستن و 31 سال هست که در کشور روسیه زندگی میکنن. از کشور ایران خارج شدن. بله. و داماد دوم آقای ابراهیم هستن که در بچگی در سن 12 سالگی میگه وقتی که توپ بازی میکردم تمام شد و یکی بهش برگشته گفته الهی که هیچ وقت تولید نسل نکنی. و آقای ابراهیم میگه من همیشه فکر میکردم اون نفرینی که به من کردن همین باعث شده که من نتونم ازدواج کنم، ولی استادان عزیز فرمودن که دو فرزند در قسمت آقای ابراهیم هست. بله. و داماد سوممون آقای منصور از نجف آباد اصفهان هستن که وقتی برای اصفهان و برای پرآب شدن رودخانه زاینده رود استاده عزیز به لطف نور الهی و عبادت هفت استاد عزیز عبادت کردن و رودخانه باران اومد و رودخانه پرآب شد. آقای منصور میگم من خیلی خوشحال شدم و از نور الهی تشکر کردم و برای استاده عزیزم طول عمر خواستم. زنده بشین. بله. و آقای داماد چهارم آقای همایون هستن که اهل یاسوج هستن که 29 کامیون بار و وسایل خونه بود که در میدان یاسوج روز 19 تیر 7 صبح تا 11 صبح به مردم هدیه کردن. بله. و تمام این وسایل که داخل کارتون و بسته‌بندی شده بود. بله. نو بود کاملا. داماد پنجممون آقا سعید که از همه شرکا بزرگتر بودن و میبینا خانم گفتن که به اسم منو آخر از همه گفتی. بله گله داشتن از ما. باشیخی. بله. که با نور الهی آشنایی کامل داشتن و آقا سعید خواستن از اونی که گنجینه گرفتن اجازه بدن ازشون عکس و فیلم تهیه بشه و هر کسی هم گنجینه هاشو نفروخته باشه میتونه در مکانی که این پنج داماد در روسیه ساختن و تهیه دیدن از اینا بخرن و در اونجا به معرض نمایش بذارن. زنده باشی. سپاسگزارم از تو خواهر گرامیم که انقدر برنامه علمی عبادی تو با دقت گوش میکنی. ممنونم ازت. امیدوارم که خدای مهربان بهترین ها رو تو زندگی به تدیه کنه خواهر گل من. زنده باشی عزیزم. همه اینا از لطف نور الهی و بعدش برای شاید شما دارین مینا خانم. واقعا دارم میگم بیتارو. فداتون بشم. عبادت برای چی میخوای خواهرم؟ برای برکت گشایی میخواستم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. و یه مسئله دیگه که خواهر گلم شما در نظر بگیر، بعضی از عزیزانمون میان رو ار و هیچی راجع به برنامه نمیدونن و طبیعتا اول اسمشون رو میگن، ما نوشتیم، بعد اسم رو پاره میکنیم و بقیه به همون زنگ میزنن میگن خانم چرا عبادت مال همه است؟ ما میگیم مال همه است، ما اینو قبول داریم، ولی عزیزم مگه در کالجای قدرت پنهان چند نفر زندگی میکنن که بتونن برای همه تک تک بتونن وقت بذارن 20 دقیقه؟ درسته خانم؟ دقیقا همینجوری. مینا خانم من بعضی وقت وقتی پشت ار میمونم یا حالا قسمت نمیشه وصل بشم یا یه طریقی قطع میشم، اون روز رو فکر میکنم اون شب قسمتم نبوده. عزیز. من به این نیت میگیرم که اون شب قسمتم نبوده، شاید این قسمت مسیر کسی دیگه باید بشه. درست. ممنونم از ایمان قویت عزیزم. میبوسمه. عبادتات هم قبول باشه. به خدای مهربون میسپارم. قربونتون برم. شما هم هستید. اگه میشه دست گلتون هم برام بلند کنید. چشم نازنین. خدا نگهدار. قربونتون برم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدای مهربون سلامتی و آرامش و برکت رو تو زندگی بهت هدیه کنه نازنینم.